معاویه برای تحمیل یزید به مدینه که مجتمع مهاجرون انصار بود آمد، بزرگان مدینه را که امام حسین علیه السلام در میان آنان بود در یک جا جمع کرد. خیلی یزید را تعظیم و تمجید میکند. میگوید شما سابقه یزید را به خوبی میدانید و امر او را شما تجویز کرده اید. بعدم خواهد گفت خدا این کار را کرده، تجویز کرده اید. بعدم خواهد گفت خدا این کار را میکنه، شما میخواهید جلوش را بگیرید. خداوند میداند که مقصود من از زمامدار نمودن یزید پر کردن رخنه ها به وسیله اوست با چشم بیدار. پس از مقداری مغالطه و چشمبندی ابن عباس میخواهد پاسخ معاویه را بگوید. امام حسین به او اشاره میکند که ساکت باشید و خود امام حسین بر میخیزد و حمد و ثنای خداوندی را به جای میآورد و درود به روان پاک پیامبر میفرستد و میفرماید معاویه با مداد روشن سیاهی زغال را آشکار کرده و روشنای آفتاب چراغهای ناچیز را ساقط کرده است. در سخنانت افراط و تفریط از حق نمودی. امپراتور اون روز ها تو منحرفی، از حق منحرف شدی. تو در سخنانت افراط و تفریط کردی. شیطان نصیب خود را از سخنانت برداشت. آیا میخواهی مردم را درباره فرزندت یزید بفریبی؟ گویی تو میخواهی چیز پوشیده‌ای را توصیف کنی؟ یا توضیح درباره چیزی که از دیده‌ها غایب است بدهی؟ یا مطلبی را میگویی که تنها تو درباره اون دانا هستی و هیچ کس چیزی درباره اون نمیداند؟ بس است. یزید خود حقیقت قیشتن را که رأی و عقیده اش را اثبات کند فاش ساخته است. تو در باری یزید سخنانی را بگو که او بر خود اون را گرفته و پذیرفته و شخصیت او اون را نشان میدهد. او را معرفی کن. زندگی او در باری سیر و سیاحت در سگهایی است که به یکدیگر هجوم می آورند. او عمر خود را با کنیزهای خواننده و نوازنده و لهو و لعب سپری کرده است. این کار را رها کن. بس است برای تو وبال سنگینی که به گردن گرفته ای و تو خدا را با اون وزر وبال ملاقات خواهی کرد. برای تو کفایت میکنه. این کار را نکن. سوگند به خدا همواره کار تو زدن یا هماهنگ ساختن باطل با ظلم و خفه کردن